سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رامم میشه کوکتل تیوی، خیلی خوش اومدید به ریاکشن ویدیو دیگه. ادامه آلبوم پوریا پوتک به اسم شاخ قرمز داریم که کلی رفته بود تو ترندا و کلی سر صدا کرده بود تو یوتیوب و دو سه تا آهنگش حتی رتبه 20 و 21 هم رسید. به گفته خودش تقریبا اکثر موزیک ویدیوها توی ترند یوتیوب قرار گرفته و ویو واقعا خوبی خورد. به ترتیب پشت هم به اصطلاح پشت به پشت رکورد چیکون، هم خیلی سریع 1 میلیون توتال ویو گرفت کل آلبوم، هم سریع 2 میلیونی شد، هم سریع 3 میلیونی شد، هم سریع نزدیک 4 میلیون شد. حالا الان نمیدونم 4 میلیون شده دقیق یا نه، ولی خیلی نزدیک به 4 میلیون هست. آلبومی که پر از پروژه های ویدیویی بود به همراه کلی آرتیست دیگه. خلاصه میخوایم بریم با هم ترک پنجمش و 4 تا ترکش با هم ریاکشن رفتیم. پنجمش به اسم P2 که بارز پیشرو هست و بریم. P2 شاید چون دوتا پیشرو، یعنی پیشرو و پوتک دوتا پیان، P2 شده اسمش. شاید یه همچین مدلی اسم گذاشته، یعنی نمیدونم، شاید چیزی دیگه هست که من دربارش اطلاعی ندارم. اما نکته بعدی هم ویدیو هم که با پوتک داشتیم، در لیک امروز یکم داریم دیر ویدیو میدیم، اینه که ادیتش نرسید، احتمالا حالا فردا یا پس فردا منتشر خواهد شد. بجز این صحبت دیگه باقی نمیمونه جز این که اتومش حتما کانالو سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید. اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم این ریاکشن ویدیو رو داشته باشیم. خب این موزیک ویدیو هم البته موزیک ویدیو نیست، نوشته آفیشیال ویژوالایزر که همون فکر کنم مینی موزیک ویدیو توره دیگه. بریم ببینیم چه جوریه. پیشرو رو یو یو کنان دیدیم. وایسا این تتو پوتک چقدر زمان داره برات چیزش میزه دیگه؟ این تتو رو فکر کنم 2-3 ماه پیش زده بود و تو تایملاین های مختلف داره موزیک ویدیوها رو میگیره و دمش هم گرم. من زنن تا وقتی ریت هست عرق کریسمس جهتم رو میبینم، منو بالا سرم میذارم دیدیم کچر عرق میریزم و هدفم رو میچینم. اون قرفتی بانا که نمیشه ببینن، نه من یومنم که پرسته شدن رو ببینم. با اینکه من 7000 سال بعد میمیرم و 70000 شا بعد من میشینم. چی شد؟ خب زندم تا وقتی ریت هست و اینا منظور همون تا وقتی که رپ و ریتم و با این داستان رو زندگی میکنم دیگه، زندگی از رپ و ریتم. همین جوری ساختمش، همین جوری یا نه میخواد کارهایی که کرده رو بگه. من زنن تا وقتی ریت هست هرو کریسمس جهتم رو میبینم، هرو کریسمس جهتم رو میبینم. هرو کریسمسه ولی شرا به اون مسیحی بودنش اینا، این سال جدیدم با هر کریسمس نو میشم، مسیر جدید دارم. منو بالا سرم میذارم دیدیم کچر عرق میریزم و هدفم رو میچینم. اون رفتی بالا که نمیشه ببینن، نه من اومدم که پرسته شدن رو ببینم. اون رفتم بالا یا رفتی بالا که نمیتونم ببینمت، من نیومدم اینجا پرسته شده پرستیده شدن رو ببینم. بود شکرم یه جوری دریم کچرم که یه چیزایی هست به عنوان گردن بندم استفاده میکنن و احتمالا همتون دیدین دو سه تا پر ازش آویزونه و اینها. حالا میدونم رویاها رو میگم باش کچ میکنی و این داستانا به دست میاره اینها و هست دیگه. نمیدونم حالا اصلیتش از کجا اومده اینا، خیلی اطلاع ندارم، ولی میدونم معمولا هم مثل گردن بند میگیرن یا آویزه یا مثلا روی دیوار گنده تر میزنن همچین حالتی. پرسته شدن و ببینم، با اینکه من 7000 سال بعد میمیرم و 70000 شا بعد من میشینم. به موقع چی میشه تا میدمش بهت؟ یشی تو رو میبره به قیب، نشون میده این برو بهت، زیرش نمونده اونی که پر جیگره دلش. چرا تو پات با نمیسی داری بی من سرش؟ یه روزی داره خود اون محصولی که بهت میده و اون چیزی که تو میسازه رو اینجا تعریف میکرد. یه 7000 سال بعد میمیرم، شعرها و حالا چیزی که ساختم حالا حالا ها نابود شدنی نیست. رضا پیشرو جدیدن خیلی سخته ورسش، باید 20 بار گوش کنیم متوجه شی که اصلا چی شد. یه روزی برمیگردی شده میهنت بهش، این تیکه از نوارو یه قیچی میزنیم بهش، این چه قالفه بی کنه که من پیرم و خیره جلوم اینجوری شیک بری میدم کیرم و بهش. اینجا رو قشنگ گفت، یه روزی بهش میشه سرزمین و برمیگردیم و این دوران و نوارش یه قیچی میزنیم بهش، یادمون میره همه این چیزایی که بوده و اینا و تاریخ پاک میکنیم. بله چقدر اون روز رو میخوام.
رو میخوای نشون بدم جایی میخم و بهت وقتی خود جایی آها آه او وایسا میرم آخرت جلو اینجوری شکل بری میدم کیرم و بهت هلو میخوای نشون بدم جایی میخم و بهت وقتی خدا خوشحاله بگو چی انگو بره هنوزا نمیتونی ببینی کیه خودته به پا تقه نزنم تیقه یه تیقم و بهت تقه نزنم تیقه یه تیقم و بهت اینجا هم یه واجرایی ترا داشتیم ولی اینجا که گفتم نشون بدم جای میخم و بهت استعاره داره به داستان یعنی اشاره میکنه به اون داستان عیسی مسیح و به صلیب کشیده شدنش و یه داستانی توی انجیل بود که یکی از شاگردای مسیح که حالا یادم نیست کدومشون بود باور نمیکرد که مسیحه که برگشته و از مرگ زنده شده و از صلیب اومده و اومد گفت بیا دست بزن تو این سوراخه ببینیم منم و اینجوری میگه بیا نشون بدم جای سوراخام بهت همونجور منظور هم از اصالتش همین که ریاضتی که من کشیدم سختی که کشیدم تا اینجام میدونی اینجا برای همون میگه که بیا نشون بدم جای زخمام بهت وقتی خدا خوشحاله کی هنگووره تو به نظرم منظورش اینجوریه که من تو عبادت و خوشحالی خدا مرا مست میکنه اونایی که به هر حال دنبال خدا نا این داستانا بعد خوشحالی خدا هنگوورن دیگه میگیری چی میگم مو بهت وقتی خدا خوشحاله بگو چی انگو بره هنوزا نمیتونی ببینی کی خودته به پا تقه نزنم تیغه یه تیغم و بهت وقتی که شعر بنویسم این آشاجم پلو تو رو کبود امو درخت خواب میپرونه جیگرتو میخوره جا جغور بغور استخوناتو میکنه تو تنور امو به پیشنهاد میدم شرونمون تخمه هر خفیه‌هایی داره میچینه جغول پقول شرونمون بغور استخوناتو میکنه تو تنور امون به پیشنهاد میدم شرونمون تخمه حرومی تخمه حروم نمون چه میکردی اگه قلبم رعوف نبود همین سر که هت میزدی سرت نبود نه اگه قلبم رعوف نبود همین سری که سر باش هت میزنی سرت نبود شتتا مهربون نبودم تتتا میدونی کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم آدم کوچیکی بودی چون من کلی هدف داشتم من میرفتم دنبال اونا منو میبردی پایینا شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم چی شده کیفت کو جوری که یادش نمیاد کیچت بود زیر 300 تا جلو استیجت بود تنها پسی که تو زدی پس پیجت بود زیر 300 تا جلو استیجت بود تنها پسی که زدی پس به کی ده کلی همینجوری داره میگه همیشه هم لازم نیست مخاطب داشته باشه اما اکثر اخلاقی منظوری دارن اما تنها پسی که زدی پس پیجت بود پس پسی آدم پسورد و تنها پسی که زدی پسورد پیجت بوده پس من چی بوده این کاره نیستی اصلا برو لات اینترنتی کیچت بود زیر 300 تا جلو استیجت بود تنها پسی که تو زدی پس پیجت بود لات که به ننه نمیگه مامان گنده های شهر همه لوتیا با مان سلامتی همشون الان لوتیا با لانتک گفت لات به ننه نمیگه مامان بک وکال گفت مامان یعنی من لات نیستم نمیگه مامان گنده های شهر همه لوتیا با مان سلامتی همشون گفت با مان فکر کنم گفت با مان نگفت مامان پس هیچ لات که به ننه نمیگه مامان گنده های شهر همه لوتیا با مان سلامتی همشون الان قوتیا بالان تکرار میکنن مرس تو سیا با هم یه رو فکر زنگ میزنه تو اصله باش تو لحظه باش ادا دیگه بسته داشت یه دور ابرو پسر رو بر نمیداشتن یه زمان تهران جان اختش دسته داشت تهران جان اختش دسته داشت خیلی حرف توشه نقطه خب سوراخه یعنی استعاره از سوراخ دستم که میتونه استعاره از یه چیز میدونین دیگه دسته جای خودش رو به سوراخ داده این بده صداش یه دور ابرو پسر رو بر نمی داشتن یه زمان تهران جان اختش دسته داشت چشا خط هر رو میره بالا دوز سینه سپر میدیم با کارا پوز اینا مجازی فردیم میشن رو در رو گلزارن پارادوکس دو پاد این فلو یکم قدیمتر قبلا اینو تو شعرهای خیلی قدیمیش این فلو اینجوریه رو داشت تو رو فردینن و فلان و مثلا لاتیو و لوتی و فلان و اینا جلو گلزارن یعنی گلزارم که حالا میدیم دیگه واقعا خیلی استعداد نداره ولی حالا کار نداریم این بازیگریش خیلی باحال نی و هم مشخصه دیگه فردینم که اسطوره بود بس خوش اینا مجازی فردین میشن رو در رو گلزارن پارادوکس البته فردین نمیدونم نقش کاراکترش تو فیلم فردین بود یا کلا اسمش فردین بود نمیدونم ولی میدونم کیو داره میگه وفا دارم ولی یه اشوای تو منظره میکشم به دیه نقشوای بوم دو تا پا دارم ولی یه هشپایتون یعنی قابلیت هم بیشتر از اون چیزیه که داری میبینی یه همچه حالتی یه هشپایتون
یه نقشو به ابوم هم بده که اوکیش میکنم. هشت آره دیگه، تو اون یه گرگ درنده است، یه همچون حالتی. اینه سپر میدیم با کارا پوز، اینا مجازی فردیم میشن رو در رو گلزارن. پارادوکس دو پا دارم ولی یه اشوای تو منظره میکشم به دیه نقشوای بوم. اصل همم لکنت داره پا 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 پلشتای کون. باید سعی کنی اوزا اوکیشه، با یه هوک که نمیشه محمد علی کلیشه. تهران کی اف سی شاید یه رو الیشه. موزیکی نمیدم تو باشگاه پلیشه. حالا موزیکی نمیدم تو باشگاه پلیشه نمیدم، دوباره رفت اون حالتش. با پوری قدیمه دیگه، مثلا فکرش اینجوری بود و این آهنگ بازی نمیدم و اینا، همون حرفا واسه طرفدار قدیمیش اینا رو زده. ولی اونجوری که گفت تفنگم لکنت داره تا 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 پا 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 پلشت، اونو خیلی باحال گفت حاجی، دوست داشتم. یه بار دیگه بزنیم آقا. پا 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 پلشتای کون، با سعی کنی اوزا اوکی شه، با یه هوک که نمیشه محمد علی کلیش، با یه هوک که نمیشه محمد علی کلیش. برای هر کی میخواد توش خفن شینه و 10000 ساعت حداقل وقت بذاری. تهران کی اف سی شاید یه رو الیش، موزیکی نمیدم تو باشگاه پلیش. کلی هدف داشت ولی واسش عجول نبود. نه کورسش این بود، اگه کورسش این بود خوب انتخاب نشد. او اینجا منظور کورس هم اولش اشتباه گرفتیم، بذار یه دیگه اینجا گوش کنیم. دفتش ولی واسش عجول نبود. نه شاید واسه همینه که دیگه پلود نموندم، کلی کش تو جیبمه ولی یهود نبودم. آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم. پول زیاده دیگه، بک وکالی کی گفت. آره فیس اسلامی ولی از اون بر روندم. زتای صدا چیز بود، الکی بود، ولی اون که پول زیاده نمیدونم صدا کی بود. اوکی خب سرچ کردم پیتومس که اسم یک فیلم در ژانر وحشت و نمیدونم شاید از اون ورش یک کوچولو هم مثلا این حالت ها رو میداد که هم آره دیگه دو تا پیان پیشونه. حالا اون فیلمو من ندیدم، نمیدونم به اون چیزی داشتن، ولی اینجا نمیشه که توی ژانر وحشت و ایناست. پوتکم که یه احتمال زیاد این فیلمو دیده، مال چیز دیگه ای دستگیرم نشد ازش، ولی فکر می‌کنم واسه همین یکم هم وایب ترسناک داشت آهنگ. واسه این داستان بود رضا پیشرو پوتک الان با هم ترکیب باحالی دارن میزنن. و جالب اینجاست که هر وقتم رضا و پوتک با هم کار میکنن پوتک میشه اون پوتک قدیمیه. و خب این نوید واسه اون، یعنی اون پوتای قدیمی که عاشق حالا شاید پیشرو بوده و پیشرو بزرگ شده، رپای اون مدلی دوست داشته، اون ماینستو بهش داده بوده، شاید زنده میشه همیشه توی فیت با پیشرو. چون نمیدونم مثلا میگه آهنگی نمیگم که تو باشگاه پلیشه، که البته این از دید اون زمانی که استری از رپرام زیر زمینی بودن اینجوری بودن که آهنگ حتما مثلا اون آهنگی که همه جا پلی میشه اینا بازاری و اینا، اون دیده. ولی خب از اون برم میتونه نشانه این باشه که شاید آهنگ خیلی نترکیده، ولی اون ماینستو داره دوره راجبش صحبت میکنه که همون پوتک قدیمی هست اینجوری که پلی خیلی مهم نیست و اینها، که الان داره میبینیم فاصله گرفته از اون و یه جوری همه طرف رو داره، یعنی با پیشرون پوتک قدیمی هست، با لیتو و خلصه و بقیه پوتکیه که تو موزیک خیلی باش آشنایت نداریم. خلاصه این بود از این آهنگ باحالی بود و اما فیوریت فیت من نبود از رضا و پوتک. من اون بله قربان بیشتر دوست داشتم، ولی خب اینم مدل باحالی بود و اینا. کورسش هم به نظرم خیلی میتونست بهتر باشه، کورس خیلی کچی نبود اصلا، البته شاید هم بخاطر اون مایندست بهش فکر نمیکردم. اما در کل این بود از این، نظرتون چی بود حتما توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم که لذت برده بوده باشید. تا ویدیو بعدی امیدوارم حالتون توپ خوب عالی و بمب باشه. سی یو سون.